روز ملی راهیان نور یادآور فجایع جنگ ارتجاعی هشت ساله جمهوری اسلامی بیستم اسفند ماه را روز ملی راهیان نور نامگذاری کرده است یک ستاد مرکزی وابسته به بنیادی که تحت عنوان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تعریف شده است مسئولیت ساماندهی و پیشبرد وظایف راهیان نور را به عهده دارد. هدف اصلی این ستاد به قول سران رژیم انتقال تجارب و دستاورد جنگ هشت ساله ای ایران و عراق به نسل جوان، تزریق روحیه خود فدا کردن برای جمهوری اسلامی، ولایت پذیری و تربیت کادر برای جنگ های آینده می باشد. بنا به اظهارات پاسدار بهمن کارگر رئیس ستاد مسکور، این ستاد با تشکیل قرارگاههایی در درون سپاه بسیج ارتش نیروی انتظامی هلال احمر حوزه های علمیه صدا و سیما جهاد سازندگی و بسیج دانش آموزی و دانشجویی وظایفش را توسط 23 هزار کارمند، 16 هزار راوی و 13 هزار مبلغ انجام می دهد. مسئولان و دستندرکاران ستاد مرکزی به مناسبت روز ملی راهیان نور در روز جمعه پانزده اسفند ماه با روحانی دیدار کردند. آنها در این دیدار خواستار بودجه بیشتری برای این ستاد شدند و روحانی هم قول داد که دولت برای رفع کمبودها به ستاد کمک کند. اما پروژه راهیان نور عمدتا شامل دانش آموزانی می شود که به خاطر گرفتن نمره و بناچار توسط کاروان های مرگ راهی مناطق جنگ هشت ساله می شوند. تا کنون صد نوجوان دختر و پسر دانش آموز در راه رسیدن به جبه های پیشین جنگ که بوی مرگ و نیستی می دهند جان خود را از دست دادند. جنگ جمهوری اسلامی و رژیم صدام حسین در عراق به پیروزی ارتش حکومت بعثی وقت تمام شد که مورد حمایت تسلیحاتی دول غربی و مورد پشتیبانی مالی حکومتهای عربستان و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. خمینی از طریق سرکشیدن جام زر مسئولیت شکست را پذیرفت. به قول پیر رازو محقق مؤسسه تحقیقات استراتژیک نظامی در فرانسه جنگ ایران و عراق 680 هزار کشته داد که 180 هزار آن عراقی و 500 هزار کشته آن نیز ایرانی و نیز تعدادی افغانستانی بودند. همچنین این جنگ بیش از یک میلیون و 800 هزار مجروح و معلول بر جای گذاشت. بر اساس اطلاعاتی که سرهنگ مجتبا جعفری جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های جنگ ایران و عراق در 29 شهریور ماه سال جاری در اختیار رسانه ها گذاشت بیش از 33 هزار دانش آموز و بیش از 3500 دانشجو نیز در آن جنگ خونبار کشته شدند. این جنگ گذشته از کشته های میدان جنگ ده ها هزار غیر نظامی هم در بمباران پالایشگاه ها، مراکز معدنی و صنعتی و بمباران و موشکباران های کور شهرها از هر دو طرف تلفات گرفت. در کنار کشته ها و زخمیان و ویران شدن مراکز صنعتی و شهری و قربانیان حملات شیمیایی، باید از هزاران کودکی هم یاد کرد که در نتیجه بمب و موشکباران شهرهای دو طرف دچار نقص عضو و یا بیماری های روانی شدند. از روزی که خمینی جام زهر را سر کشید تا حالا سران رژیم کشیده اند شکستشان در جنگ را پیروزی جلوه داده و از فجایعی که در جنگ به بار آمد بزرگ بسازند. الگوی آنان در این کار هم فاجعه کربلا است. طبعا سران رژیم از راه اندازی دم و دستگاه پرخرج بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ستاد راهیان نور اهدافی پایه‌ای را تعقیب می کنند که در خدمت تداوم حکومتشان می باشد. هماسه سازی از مصیبت جنگ، صرف مخارج بسیار و گره زدن نمره دانش آموزان دختر و پسر در سفر به مناطق خطرناک به این خیال واهی انجام می گیرد که رژیم مشروعیت از دست رفته خود را به ویژه در میان جوانان احیا کند. حاکمان و در رأس آنان فرماندهان سپاه به عبس امیدوارند جوانانی را با یادآوری مرگ قربانیان جنگ از استبداد، فقر، بیکاری و نداشتن آینده ای روشن غافل کرده و اگر نه به خاطر حوادث کربلا بلکه به خاطر آن قربانیان به گریه و خودزنی وادار سازند و خشم درونیشان را خالی نمایند. فراموش نشود که مردم و به ویژه جوانان در خیزش سال 1388 نشان دادند دیگر با مراسم های محرم اخفال نمی شوند. امسال سران رژیم گذشته از اهداف پایعی در برگزاری مراسم ها و اقدامات مربوط به راهیان نور اهداف سیاسی روز را هم دنبال می کنند. به نظر می رسد که سران حکومت اسلامی سرمایه با دادن امتیازات بسیار و گرفتن بعضی امتیازات به توافق با دولت آمریکا و سایر دولت های غربی بر سر مسائل هستهای و حضور سیاسی و نظامی رژیم در خاورمیانه میانه نزدیک شدند. اعلام این توافق که جام زهری دیگر برای فرماندهان اصلی سپاه و شخص خامنه ای خواهد بود می تواند خطراتی جدی را برای حاکمیت جمهوری اسلامی به ارمغان بیاورد. سفت کردن بندهای استبداد از طریق افزایش اعدامها، تهدید و دستگیری فعالین جنبش های اجتماعی، نظیر فعالین کارگری، پاشیدن اسید بر روی زنان و اقدامات سرکوبگرانه مشابه راه حل رژیم برای جلوگیری از فوران خشم مردم بوده و هست گسترش اقدامات مربوط به راهیان نور که خود نوعی سرکوب جسمی و روانی است از نظر مقامات حکومتی می تواند به این امر خدمت کند مقاومت مردم، دانش آموزان و والدین آنان در مقابل فریبکاری های راهیان نور می تواند، تمام اقدامات رژیم در این مورد را با شکست قطعی روبرو سازد.